هوش مصنوعی یا رفتار؟ NPC ها یا دشمنان شما توی بازی باید رفتاری رو نشون بدن که کاربر حس زنده بودن رو داشته باشه. برای انجام این کار ماژولی تهیه شده توی گیم کریتور به نام بیهیور، یعنی رفتار. توی این ماژول دو تا مثال رو گذاشته که با هم دیگه میریم بررسی کنیم ببینیم چه امکاناتی رو داره. ما اینجا یه کاراکتر پلیر داریم و زمانی که از جلوی یک NPC رد میشه و NPC شروع میکنه دست تکون دادن و زمانی که از جلو اون رد میشیم دستش رو میاره پایین. یا مثال بعدی که بخوام بهتون نشون بدم بازی قایم موشک هست. اینجا پلیر ما قایم میخواد بشه و دشمن ما، حالا یا به عنوان NPC میتونیم در نظر بگیریم، به دنبال ما میگرده و زمانی که ما رو دید، حالا یک اسکور به اسکورهای دیده شدنش اضافه میشه. همینجور که میبینید تا ما رو دید سریع اومد و دوباره شروع کرد به شمردن و روال بازی قایم موشک رو داره انجام میده. با هم دیگه بریم ببینیم که این ماژول بیهیور چه امکاناتی رو به شما میده. یکی از مهمترین امکاناتی که به شما میده زاویه دید حالا NPC یا انمی شما هست. این حالا NPC ما هست و زمانی که کامپوننت پرسپکشن رو بهش اضافه میکنید به شما میگه که زاویه دید این پلیر حالا کاراکتر چقدر هست. به اسم فیلد آف ویو هست در واقع. میتونید مقدارش رو از کم به زیاد داشته باشید و تا چه فاصله ای رو بتونه ببینه. و نکته ای که داره، درسته که این زاویه دیدش هست ولی این اشیایی که تو بازی هست و کلایدر دارن در واقع اینها مانع دیده حالا NPC میشن و در واقع انگار پشت دیوار هستیم شما رو نمیبینن. این نکته رو فراموش نکنید. پس اولین گزینه که بعد از نصب ماژول بیهیور اضافه میشه پرسپکشن هست که زاویه دید NPC شما هست. کامپوننت بعدی که به شما داده به اسم بیهیور هست که روی حالا NPC تون قرار میدید و از شما چند تا گزینه رو میخواد. یکی این که حالا فایلی که رفتار این انمی یا NPC رو داره مدیریت میکنه چی هست و نوع مدیریت چرخش رفتارش گفته که repeat forever باشه، یعنی اینکه تا ابد در حال تکرار باشه یا تکرار بکن تا زمانی که موفق بشه یا تکرار بکن تا زمانی که ناموفق بشه و وضعیت استاپش داره و وضعیت آپدیتش هم حالا به صورت every frame هست، یعنی ثانی به ثانیه فریم به فریم چک بشه این رفتارها یا به صورت رندوم این کار انجام بشه که ما رو این گزینه فعلا دست نمیزنیم و میخوایم بیهیویر رو ببینیم. توی مثال ساده حالا با دبل کلیک کردن روی این اگزمپل اول ما یک ادیتور برای شما باز میشه که روالش اینجوری از بالا شروع میشه و حالا بر اساس دستوراتی که بهش داده شروع کرده به انجام تسکاش. از اینتری یا روت ما شروع شده، اومده توی سلکتور، حالا اینا جلوتر بهش میپردازه فرقش چیه و چه مدل هایی رو داره. تو سلکتور شروع کرده تسک 1 و تسک 2 رو داره. تو تسک 1 یک دونه شرط داره به اسم حالا کاندیشن یا همون شرط رو داره و گفته که زمانی که پلیر رو دیدی یه کاری رو انجام بده. اینجا توی شرط ها هم کاندیشن هایی که قبلا کار کرده و بودین همه اون موارد رو اینجا دارید و میتونید ازش استفاده بکنید و زمانی که پلیر رو دید یه اکشنی رو اجرا بکنه. چی کار بکنه؟ یک انیمیشنی رو پلی کنه، از جستر اومده استفاده کرده. در غیر این صورت چی کار کنه؟ یعنی اگر این گزینه موفق بود میره تسک 2 رو انجام میده. تسک 2 گفته که وضعیت انیمیشن رو ریسیت بکنه و با این ترانزیشن تایم 0.25 ثانیه. خب بریم جلوتر که این مثال رو دیدیم به این صورت بود که کاراکتر می اومد جلوی این پلیر، شروع می کرد دست تکون دادن و
وقتی که از جلوش رد می شده و کنار می رفتی دستشو می آورد پایین. مثال بعدی یک مثال حالا پیچیده تری هست توی رفتار حالا انمی ما. بریم مثال رو باز بکنیم. اینجا از این تری شروع شده، به جایی که از سکتور استفاده کرده سیکونس رو استفاده کرده. حالا فرق سیکونس و سکتور به صورت خلاصه بخوام بهتون بدم این هست که زیر شاخه هاش توی سیکونس تر یک به یک انجام میشه، چه در صورتی که تسک اول ساکسس بشه میره بعدی یا فیل بشه میره بعدی و همین روال رو تکرار میکنه. ولی توی سلکتور اینجوری نیست، یعنی تسک اول باید حتما کامپلیت بشه میره تسک بعدی رو انجام میده. در غیر این صورت برمیگرده به تسک اول، یعنی چپترین حالت ممکن، یعنی شماره یکی که اینجا داره. این فرق سلکتور و سیکونس است. در ادامه یک مثال عملی رو میزنیم که یکم بیشتر با این مورد آشنا بشی بازم. خب توی سیکونسش گفته که به تسک اول دوباره بگه که انمیمون بشماره. اینجا اومده از زیر شاخه استفاده کرده. به چه صورت؟ اومده یه دونه بیهیویر دیگر تعریف کرده و به عنوان زیر شاخه بهش داده. اینتر رو بزنید میره توی همون بیهیویر ادیتوری که اینجا وجود داره. اگر میخواید برگردید به اصلیتون و دارید باش کار میکنید، پایین سمت چپ اینجا لایه هایی از رفتارها رو میتونید ببینید. پس من دوباره اینتر میزنم. چیکار کرده؟ از سیکونس اومده استفاده کرده، میگه که استیت کاراکترتون بره تو حالت مدیتیشن همونجوری که نشسته بود هست، بعد شروع کنه به شمردن 1 2 3 4 و وقتی که تموم شد این تسک میره کار بعدی، استیت حالا انمی رو ریسیت میکنه و میگه که حالا من میام دنبال شما. یک مسیج رو نوشته که میگه من الان میخوام بیام دنبالت بگردم و این تسک همینجا تموم میشه و در نهایت میره توی سلکتور ما. توی سلکتور چه اتفاق داره میفته؟ دوباره چند تا تسک تعریف شده. تسک اولمون چی هست توی سلکتور؟ میگه که اگر پلیر رو دیدی یه سری کارا رو انجام بده. چه کارهایی رو؟ گفته که پلیر حالا کاراکتر ما میتونه بدوه، پلیر رو دنبال کنه و به نزدیکش که رسید 1 ثانیه صبر بکنه. اسکور دیدن، اینکه امتیازی رو در نظر گرفته، یه دونه بهش اضافه بکنه. در نهایت بیسته و یک انیمیشن رو پلی کنه، مثلا اینکه حالا موافق بوده من تو رو دیدم، یک پیامی رو نمایش بده که بله شما اینجا هستید و در نهایت حالا 1/2 ثانیه صبر میکنه و میره تسک بعدی. تسک بعدی دوباره یک حالا حالتی هست از سلکتور هست، اسمش هست این سبک پارالل، یعنی اینکه همزمان میتونه چند تا تسک رو زیر مجموعش انجام بده، چه درست باشه چه غلط کاری نداره، همزمان این تسک رو انجام میده. تسک های زیر مجموعش چجوری هست؟ تسک اول گفته که پلیر ما نمیتونه بدوه و بره تو حالت پترول، یعنی مسیریابی. اینجا اینجوری شد که پس اگر پلیر رو دید این کار رو انجام بده، اگر ندید و فیل شد چی کار بکنه؟ بیاد و بره تو مسیر قدم زنی و توی تسکاش انجام بده. پس پترول هم که قدم حالا مسیریابی و این موارد رو توی ویدیو قبل بهش اشاره کردیم، میتونید دوباره ببینید. و در نهایت اینجا حالا توی حالت همزمانی شما در نظر بگیرید، همزمان که داره قدم میزنه و توی مسیر به دنبال ما هست یک کار دیگر رو انجام بده. اومده یک زیر شاخه تعریف کرده، یک گراف نودی رو تعریف کرده، واردش میشیم. اینجا به این حالت هست که 3 ثانیه ثبت میکنه، بعد از 3 ثانیه به صورت رندوم یکی از این پیام ها رو نمایش میده و در نهایت دوباره برمیگرده به این تسک 3 ثانیه، دوباره همین روال رو انجام میده. خب بریم تا اینجای کار حالا یک کلیاتی متوجه شد، یک مثال عملی رو انجام بدید که درک بهتری از بیهیویر رو داشته باشید. خب اینجا تو این مثال ما یک پلیر اصلی داریم که با دوربین سوم شخص داره دنبال میشه و یک NPC داریم، یک NME که اینجا قرمز رنگ هست و
قرار هست که به صورت تصادفی بره به سمت یکی از این درخت ها قطعش کنه و همینجور برگرده یکی یکی اینا رو قطع کنه تا زمانی که ما رو ببینه و زمانی که ما رو دید به سمت ما حمله کنه و اتک رو انجام بده. بریم قدم و قدم این مثال رو با همدیگه انجام بدیم. اول از همه این کاراکتر حالا انمیمون رو انتخاب میکنیم، کامپوننت پرسپکشن رو بهش اضافه میکنیم، زاویه دیدش رو حالا همون عدد 114 درجه و مقدارش هم میذاریم 10 که در این حوالی بتونه ما رو ببینه. از اونجایی که این سنگ ها و این اشیایی که ما اینجا داری خودش کلایدر داره، تا زمانی که حالا ما پشت این سنگ ها قایم شدیم ما رو نخواهد دید، ولی در غیر این صورت ما رو دنبال بکنه. بریم یک هوش مصنوعی خیلی بیسیک رو در ابتدا بهش اضافه کنیم، به این صورت که اینجا ایستاده زمانی که ما رو دید ما رو دنبال کنه در همین حد. برای انجام این کار من کامپوننت بیهیویر رو بهش اضافه میکنم و از اینجا به ما میگه که بیهیویر تو بهش اتصال بده. چجوری میتونم یک حالا رفتار جدید برای انمیمون رو ایجاد بکنم؟ من توی قسمت تب پروژیکت راست کلیک میزنم کرییت و از قسمت گیم کرییتور بیهیویر تری که حالت نود بیس هست رو انتخاب میکنم، اسمش رو میذارم سیمپل و این رو به انمی خودم اساین میکنم. با دبل کلیک کردن باز میشه. اینجا توی حالا ادیتوری که داری زوم داره یا میتونه با وسط کلیک موس این کار رو انجام بدید. سورت رو داره که میتونه مرتب بکنه. کرییت داره که حالا تسک ها و روش ها مختلف رو میتونه ایجاد بکنید و بلک بورد رو داره که میتونید اینجا متغیرهای خودتون رو تعریف کنید و ازش استفاده کنید. برای شروع یک هوش مصنوعی اولی از قسمت کرییت روت رو باید حتما انتخاب بکنید. روت میشه شروع حالا طرز فکر این انمی که دارید و تو مرحله بعد من از کامپوزیت میام استفاده میکنم. کامپوزیت چندین حالت مختلف رو داره. با این فلشی که اینجا هست میتونید بگیرید و بکشید به حالا کار بعدی که حالت تصمیم یا حالا کار میشه به اسمش رو گذاشت. اینجا حالا توی پیشفردش چندین مدل داره که نوشته سلکتور. برای تغییر دادن این کامپوزیت حالا اینجا نمونه مختلفی داره: سلکتور، سیکونس، رندوم سلکتور، رندوم سیکونس و پارالل که فرقاشو توی حالا کمی قبلتر توضیح دادیم که سلکتور تسکا رو یکی یکی انجام میده ولی یکیش اگر فیل شد برمیگرده به تسک اول، سیکونس یکی یکی انجام میده چه درست باشه چه غلط، رندوم سلکتور هم به صورت رندوم این کار انجام میده، سیکونس هم به همین صورت. توی این رندوم سلکتور هم به این صورت هست که هر کدوم از این رندوم ها فیل بشه دوباره برمیگرده به اول و یه رندوم دیگر انتخاب میکنه. پارالل هم به این صورت هست که همزمان چند تا تست رو انجام میده و اینجا کاندیشن رو هم میتونید فعال بکنید و شرط رو برای انجام این سلکتور مشخص بکنید که اینجا ما خیلی بیسیک میخوایم کار رو انجام بدیم. توی تسک اولم دوباره میکشم اینجا ازم میپرسه میخوای چی کار بکنی. کار اولم به این صورت هست که مشخص بکنید. توی کاندیشن من یه شرطی رو میذارم، اسمش سرچ میکنم سی، کن سی رو اگر توی حالا سرچتون دیدید یعنی این که میتونه پلیر رو ببینه. کی ابزورور میشه، کی چه کسی، این ووکر میشه همون شخص، همون انمی که داره حالا این تست رو انجام میده. کن سی یا کن نات سی، حالا میشه دید یا ندید رو برای شرطش در نظر گیره. چه کسی، پلیر یا هر نوع کاراکتری که میتونید براش در نظر بگیرید که اینجا من پلیر رو انتخاب میکنم. اگر پلیر رو دید چی کار بکنه، چک یوز اکشنش رو میزنم و اینجا میتونید کار رو براش مشخص کنم. میگیم که فالو بکنه پلیر رو، کاراکتر فالو رو انتخاب میکنم. چه کسی، اینووکر کارش چیه که فالو بکنه و چه چیزی رو دنبال بکنه، پلیر با چه محدوده 1 به 2 رو من مشخص، نزدیک ترین حالت ممکن.
این کار رو همین جور برای ما انجام میده، ولی باید زمان رو هم براش مشخص کنیم. به عنوان مثال من میگم زمانی که ما رو دید 3 ثانیه دنبال بکنه و ویت 3 ثانیه بهش میدم، و در صورتی که ندید چی کار بکنه؟ اگر ندید حالا میشه تسک بعدی دیگه، در واقع میتونید توی ایفتون هم مشخص بکنید که اگر ندید دوباره، حالا من اینجور مشخص بکنید. اگر ندید یا تسک بعدی به این صورت هست که یک کاری رو مثلا یه انیمیشن رو پلی کنه، به عنوان مثال آیدیل رو پلی کنه، یا مثلا حالا حالت فکر کردن یه چیزی باشه، مثلا تو حالت من انیمیشن ریلودینگ رو انتخاب میکنم که فقط فرقش رو دیده باشه. اینجا کاراکترش رو هم حتما اینووکر رو میزنیم. خب بریم یک بار پلی کنیم ببینیم چه اتفاق میفته. کاراکتر الان در حال حاضر انیمیشن ریلودینگ رو داره انجام میده، و وقتی که من میرم جلوش میاد دنبال من، همینجور داره من دنبال میکنه و این کار تو ابد انجام میده. و هم راحتی یک هوش مصنوعی ساده شما ساختین تا اینجای کار. ولی خب میخوام یکم پیشرفته ترش کنم، میخوام که اگر ندید بره تو مسیر گشت زنیش، بره مثلا چوب جمع بکنه، بره درخت قطع بکنه، مثلا پترول رو قبلا توضیح دادم، اینجا یک بار دیگه میان حالا به یه روش دیگه میخوام اینو توضیح بدیم. میخوام بگه زمانی که ندید به جای انیمیشن پلی بکنه بره یه کاری رو انجام بده. چی کار بکنه؟ بره مثلا یه ویت 2 ثانیه بهش، 1 ثانیه بهش میدیم، بعدش یه اکشنی رو انجام بده. اکزیکیوت اکشن رو من پیدا میکنم توی سرچم، یه اکشنی رو اجرا بکنه. این اکشن رو از کجا میتونه بگیره؟ از قسمت وریبل. وریبل منظور اینجا هست. خب میگه که اینجا من میام یه گیم اوبجکت تعریف میکنم به اسم اکشن، اسمش رو میذارم پترول مثلا، یعنی گشتنی هست در واقع. از چه جنسی باشه؟ از جنس گیم اوبجکت باشه. و اینجا تو لوکال وریبل که اینجا داریم اینجا لوکال وریبل رو من انتخاب میکنم و به جای گیم اوبجکت اینووکر رو میذارم. اینووکر یعنی شخص خودش. چه متغیری رو صدا بزنه؟ پترول رو. و این چک باکسش رو بزنید، یعنی اینکه حتما باید سب بکنه و تا انتها بره و این تسک انجام بشه. و حالا بریم یک وقتی که یک پارامتر رو تعریف میکنید اینجا توی متغیرهاتون برای کاراکترتون، تو قسمت بیهیویر این پارامتر رو هم اینجا نشون میده. میگه اینجا به من همون اکشنی که میگی برای گشتنی هست رو بده. من اینجا یک اکشنی رو تعریف میکنم، اسمش رو میزنم پترول اکشن، که حالا متوجه بشید کارش چیه. چند تا مارکر براش در نظر میگیرم از قسمت گیم کریئتور Others مارکر. چند تا مارکر براش در نظر میگیرم، مثلا بیاد اینجا، حالا جهتش هم به سمت درخت باشه. و این کار رو برای چند تا درخت انجام میدم، یعنی جزء تسکاش هست. بیاد اینجا وایسه به این جهت. حالا برای اینکه کلیپ طولانی نشه من هم ستار بیشتر نمیذارم. پس میام حالا این کار رو بهش میدم، میگم که موو رو پیدا میکنم، کاراکتر موو رو بهش میدم. چه کسی؟ حالا اینجا میتونی اینووکر رو بذارین همونی که هست، و اینجا مارکر رو انتخاب کنم، مارکر 1 بره به همون سم و ویت 1 ثانیه بهش میدم. این رو کپی میکنم و پیست میزنم بره به مارکر 2. دوباره ویت رو کپی میکنم پیست،
و مارکر سه رو بهش میدم. بعد چیکار باید بکنه؟ هر کس این اکشن رو خواهد انجام بده این کار رو انجام میده و در نهایت ریستارت اکشن رو بهش میدم. این رو تو ابد میتونم اینجور تکرار بکنه. خب برگردیم توی کاراکترمون و این اکشن رو بهش بدیم و با هم دیگه ببینیم چه اتفاقی میخواد بیفته. من پلی میکنم و اینجا سمت راست من بیهیویر رو گذاشتم و سمت چپ هم نمای گیم پلی مون است. همینجور که میبینید قرمز رنگ یعنی اینکه این کار رو انجام نمیده و آبی رنگ در حال انجام. انمی ما در حال رفتن به این حالا مسیرها هست و زمانی که من میرم اونجا و منو میبینه من رو دنبال میکنه در واقع. البته به شرطی که من توی دیدش قرار بگیرم. این حالت من رو دنبال میکنه و زمانی که من از تو دیدش خارج بشم برمیگرده و به تسک قبلیش ادامه میده. این یک مثال ساده ای از حالا هوش مصنوعی با بیهیویر بود. خب بریم یکم این تسک رو پیشرفته ترش کنیم. من میخوام که همزمان داره حالا گشتنیش رو انجام بده، حالا چند تا کار دیگه همش اضافه کنم. یکی این که من میخوام پلیر من یعنی کاراکتر انمی من نتونه بدوه. چینج پروپرتی رو انتخاب میکنم، اینووکر رو انتخاب میکنم و کن ران رو غیر فعال میکنم. بره تو حالت راه رفتن در واقع. اینو کپیش میکنم توی یه زمانی که منو دید ولی بتونه بدوه. اینو میارم توی تسک اولش. پس اولین کار این که یکم آهسته تر راه بره و بتونه تسکاشو انجام بده. دومین کار میخوام که همزمان داری تسکا رو انجام بده یه سری دیالوگ ها رو به صورت رندوم بگه، مثلا حالا شکایت کنه از زندگی یا رو دیالوگی که دوست دارید بگه. من اینجا تو قسمت سلکتوری که بالاترین لایه هست میکشم و یه کامپوزیت جدید ایجاد میکنم. اینجا حالتش رو میزانم پارالل، یعنی همزمان چند تا کار رو انجام بده و تسک اولش بشه گشتنی و تسک دومش حالا به عنوان تسک من اینجا کنسل کنم. تسک دومش یه زیر شاخه میخوام در نظر بگیرم. بیهیویر گراف میشه همون گرافی که اینجا الان هستی شبیهش رو ایجاد میکنه. اینجا من میخوام که توی زیر شاخه ای که هست یه گراف دیگه ای که هست یه فایل رو ایجاد بکنم، اسمش رو بزنم رندوم دیالوگ. یه سری دیالوگ ها رو به صورت رندوم بگه کاراکتر من. رندوم و این فایل رو بهش میدم، واردش میشم. البته اینجا تسک قبلی پروژه قبلی رو بهش دادم، این رو باید بهش میدادم در واقع. خب اینتر رو میزنم، خالی هست. برای شروع یه دونه روت ایجاد میکنم، اینجا یه سلکتور دیگه رو ایجاد میکنم و میتونید رندوم سلکتور رو انتخاب بکنید و تسک های مختلف رو تعریف بکنید. تسک اولم حالا به این صورت باشه که یک دیالوگی رو بگه، سیمپل مسیج رو انتخاب میکنم، مثلا بگه هی تسک بعدیم سه تا مسیج هست رو به صورت رندوم میاد تکرار میکنه.
برای اینکه این روند درست انجام میشه، من چند تا نود دیگر هم باید اضافه بکنم. یکی اینکه من دوست دارم اولش یه تسک ویت 2 ثانیه اتفاق بیفته، سریع این تکسر رو به صورت رندوم نگیر. پس یه ویت دو ثانیه بینش ایجاد میکنم و این بالایی ها رو من همش رو میکشم یکم بالاتر و یه سلکتور دیگه ایجاد میکنم اینجا به جای سلکتور، ببخشید من اینو پاک میکنم اینجا تو دکوریتور، من اینجا ریپیت رو انتخاب میکنم، میخوام این تسک ها دائما ریپیت بشه تو مرحله اول و تو حالت بعدی یه کامپوزیت دیگه ایجاد میکنم و میذارم رو حالت سیکونس، یعنی اول 3 ثانیه انجام بشه بعدش بره به کار بعدی برسه و این کار رو تا ابد تکرار بکنه. یک بار دیگه ما پلی کنیم و ببینیم چه اتفاق میخواد بیفته. همینجور که میبینید هر 2 ثانیه یک بار یکی از این دیالوگ ها رو میگه با حالت راه رفتن و از زمانی که من رو دید، حتی حالت راه رفتنش من تبدیل نکردم به دویدن. برگردیم روی سیمپل و اینجا ران رو چک بزنیم که درست بشه تسکمون. تسک رو داره انجام می تو دید میدوه و حالا اینجا میتونید اکشن اتک رو هم بهش اضافه بکنید. بریم این کار رو هم انجام بدیم برای اینکه از جان ما کم بکنه و در نهایت اینقدر والا ما رو بزن تا بمیریم. خب بریم این کار رو هم دیگه انجام بدیم. برای تکمیل این مثال من از استات میخوام استفاده کنم برای پلیرم که جان داشته باشه، برای اینمی تونم میتونید بذارید ولی فعلا تو این مثال حالا کاربرد آنچنانی نخواهد داشت. خب اینجا من شوتر رو اضافه میکنم، میخوام اسلحه رو بگیره، کاراکتر شوتر رو بهش اضافه میکنم و در ابتدا هم برای این کاراکتر انمیمون آن استارت من کلایدرش هم بردارم، یه اکشن بهش اضافه بکنیم و توی قسمت شوتر یه اسلحه رو بهش بدیم. انجام این کار درو وپن رو اول انتخاب بکنیم، این انمی هست، اسلحه AK-47 رو بهش میدیم یه مقدار، تیرم بهش میدیم که داشته باشه به مدت مثلا حالا 500 تا که بتونه خیلی تیر بندازه. پس در ابتدا اسلحه رو میگیره ولی آرم نشده، یعنی به سمت کسی شوت انجام نمیده، فقط اسلحه رو داره. بریم توی بیهیویر، زمانی که ما رو دید چند تا اکشن رو برای انمی انجام بدیم. اولین کاری که انجام بده دنبال بکنه، بیسته و اینجا حالا سیستم شوتینگ رو انجام بده. چیکار بکنه؟ ایم کنه به سمت ما، اینجا تارگت رو ما پلیر مشخص بکنیم، شوت رو انتخاب میکنیم، یک تیر بندازه، دوباره نیم ثانیه صبر کنه، دوباره یک تیر دیگه بندازه و این کار دوباره تکرار بشه در واقع. خب قبل از اینکه ما پلی بکنیم سیستم کم کردن جان رو هم اضافه کنیم، هم توی کاراکترمون هم توی پلیرمون. توی پلیرمون حالا تریگر رو
یک تریگر اضافه میکنیم. زمانی که تیر میخوره توسط هر شخصی یک اکشن سزا زده بشه. اون اکشن هم این هست که اتریبیوت، حالا اینجا پلیر میشه در واقع، هلتش کم بشه 10 تا مثلا، حالا یه دونه کم بشه، سابترکت میکنیم. و قبل از اینکه اصلا این اکشن اجرا بشه یک شرط میذاریم. این اکشن اینجا ما لازم نداریم. شرط ما این هست که اول چک بکنه مقدار جان پلیر ما اگر کوچکتر از 0 بود، رگدال فعال بشه و کنترل هم نداشته باشه. پروپرتی رو انتخاب میکنه، پلیر ما نمیتونه هیچ کاری رو انجام بده و رگدال هم براش فعال بشه، یعنی تا اینجا کار انگار مرده. در غیر این صورت اون اکشن قبلی هست که جان رو هی کم میکنه رو صدا بزنیم. و همین کار رو من عیناً برای انمیم هم انجام میدم. یک تریگر اضافه میکنم، ایونتش رو میذارم شوتر، آن شوت، آن ریسیپ شات در واقع میشه، و یک شرط ایجاد میکنم. اینجا شرط ما این هست که جان کاراکتر رو بررسی بکنه. به این کار شما گیم اوبجکت رو میذارید و هلتش رو بررسی میکنه، کوچکتر مساوی 0 بود رگدول براش فعال بشه، و همچنین قابلیت کنترلش از بین بره و هیچ کاری رو انجام نده. در غیر این صورت اکشن کم کردن جان رو ما میذاریم. با هر تیری 10 تا ازش کم بشیم. حالا برای انمی یکم ما راحت تر گرفتیم که زودتر از بین میره. خب یک بار با هم دیگه پلی کنیم و این روند رو با هم دیگه ببینیم. خب کاراکتر ما در حال گشت‌زنی هست، ما رو میبینه، به سمت ما تیر میندازه. همینجور که میبینید دست راست رو اگر ببینید از جان ما داره کم میشه و من پله به سمت دشمن شلیک میکنم، دشمن میمیره و کامل از کار میفته. پس به هم راحتی شما میتونید برای دشمنانتون سیستم هوش مصنوعی پیشرفته هم ایجاد میکنید.